تو حالا شده مشتری بیاد پیشت و بگه آقا یه مدل کلاسیک بزن که میخوام دورش اینجوری فید باشه، چه جوری باید انجامش بدیم؟ با من همراه باش که بهت بگم این آب خوردن این مدل انجام بدی. ابتدا میام و قسمت چتریا رو جدا میکنم از هشتی پیشونی، ببینید به این شکل جدا میکنم و گیره میزنم که چتریا کوتاه نشه، چون قراره موها بره عقب و نباید قسمت چتری رو ما کوتاه کنیم. البته کوتاه میکنیم ولی اندازه‌ای که موها بره به سمت عقب. و بعدش با شماره 6 میلیمتر دور مو رو تخلیه میکنم به همین شکلی که میبینید. اما زیاد با شونه 6 میلیمتر بالا نمیرم، چون باید قسمت اتصال بغل به بالا جوری باشه که شونه خور باشه. البته مدلایی هم هست که شونه خور نیست، ولی در این مدل قسمت بالای فید ما، یعنی قسمت جایی که بغل به بالا اتصال پیدا میکنه، باید شونه خور باشه. پس شما اینو با دقت نگاه کن که همچین مشتری اومد راحت بتونی براش انجام بدی. دوستان عزیز، اگر تا این لحظه دارید تماشا میکنید، لطفاً با لایک و کامنتتون از چنل حمایت کنید تا این ویدیو وایرال بشه. و اگر هنوز مشترک چنل نشدید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله هم فعال کنید که ویدیو جدید میذاریم شما مطلع بشید. خب بعد از این که با 6 میلیمتر دورمون رو تخلیه کردیم، میایم از تریمرمون استفاده میکنیم. تریمر همون خدزنیه که دستمه. میایم استفاده میکنیم و لاین صفر رو میندازیم به همین شکلی که میبینید. حالا اگر بخواید این فیدی که میزنید یه مقدار دامنش کشیده باشه، یعنی قسمت توسی رنگش کشیده تر باشه، خب باید سفیدی رو، یعنی اون خط صفر رو پایین تر بندازید. و ما برای این مدلی که میخوایم قسمت اتصال شونه خور باشه و قسمت توسی رنگش یه مقدار بیشتر باشه، باید چکار کنیم؟ این خط صفر رو پایین تر بندازیم. دوستان عزیز، برای این که شما تمرکزتون رو دست ندید، جاهایی که فقط نیازه من صحبت میکنم و جایی که نیاز نیست شما میتونید فقط کامل دقت کنید که دارم چی کار میکنم. میریم سراغ ماشین اصلاحمون، گاردو باز میکنیم و گارد باز میشه 1 میلیمتر و یک لاین رو ایجاد میکنیم. لاین 1 میلیمتر رو ایجاد میکنیم، حدود 1 سانت الی 1 سانتونیم هم میتونید بالا برید. بریم سراغ محو کردن خط صفر. ابتدا نصف گارد میدم به ماشینم و روی خط صفر حرکت میکنم. روی خط صفر حرکت میکنم با گارد نصفه که یه مقدار حجم موها رو در خط صفر کم کنم و بعدش گارد رو میبندم با گوشه ماشین. گارد رو میبندم، کاملا ماشین صفر میشه و با گوشه ماشین به خط صفر با تکنیک مفاصل انگشت ضربه میزنم تا خط صفر هم محو بشه. بعد از محو خط صفر میرم سراغ شونه 1.5 میلیمتر، گارد بسته و ادامه 1 میلیمتر رو محو میکنم، میرم بالاتر و همین شکلی که میبینید. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد چقدر با شونه 1.5 میلیمتر بریم بالا. ببین عزیزم، شما اول ببینید چقدر فضا دارید. مثلا اگه 5 سانت فضا دارید، بیاید شونهاتون رو تقسیم کنید. اینجور نباشه که مثلا با 1.5 میلیمتر 3 سانت اومدی بالا، بعد دیگه جا نیست برای 3 میلیمتر بازی کنه، 4.5 میلیمتر بازی کنه. پس اینا رو در نظر بگیرید. حالا بعد از این که 1.5 کارش تموم شد، گارد ماشین رو باز میکنم، به اضافه شونه 1.5 میلیمتر میشه 2.5 میلیمتر و 1.5 میلیمتر رو محو میکنم، میرم بالاتر.
بعد از اینکه کارم با این شونه تموم شد، شونه 3 میلیمتر روی ماشین میاد و گارد بسته و 1.5 گارد باز و مف میکنم با 3 میلیمتر میرم بالا و همین شکلی که میبینید تکنیک حرکتیم از کت و آرنج گرفته شده، مستقیم رو به بالا میرم، پرتاب نمیکنم، چون اگر پرتاب کنید رو به عقب بعد میخواید برید شماره بعدی رو بذارید روی ماشین خراب میشه کار. پس این کار مثل حالت سنباده‌ای بشم میگن تو ایران، میگن سنباده‌ای، مستقیم روی کار میره میاد میره میاد. بعد از این که کارم با 3 میلیمتر تموم شد، 3 میلیمتر هنوز روی ماشینه و من میام گاردو باز میکنم تا آخر میشه 4 میلیمتر و ادامه 3 میلیمتر رو مف میکنم میرم بالاتر. حالا نوبت به شونه 4.5 میلیمتر میرسه و میام ادامه 3 گارد باز که شده بود 4 رو مف میکنم میرم بالا. دقت کنید از ریتم نباید خارج بشم، از ریتم به هیچ وجه خارج نشید که فیدتون خراب نشه، پر از موج نشه. و بعدش گاردو باز میکنم 4.5 میلیمتر هنوز روی ماشینه و کارو وصل میکنم به 6 میلیمتری که اول کار اومدم باهاش تخلیه رو انجام دادم. حالا بعضی جاها نیاز داره لکه گیری انجام بدیم، مثلا میبینیم توی قسمت گارد باز یه مقدار لکه وجود داره، میام و گارد ماشین رو باز میکنم و با گوشه ماشین روی اون لکه ها میرم. مثلا میبینید یه جایی روی خط صفرتون مثلا درست محو نشده یا لکه داره، میایید و دوباره روش میرید و اوکیش میکنید. یه چیزیه که باید حتما انجام بدید. حالا بعضی لکه گیری ها مال مثلا تراکم موه، تو رفتگی و برآمدگی و ایناست که اونم میتونید از قیچی پیتاژ یا قیچی کات استفاده کنید که آموزشاشو دادم. من همیشه سعی میکنم از مشتری ها به عنوان یا از دوستا مشتری ها به عنوان مدل استفاده کنم که شما چالش های کار رو ببینید. یه سر پرفکت نمیارم براتون و فید بزنم. همیشه توی ویدیوهای من دیدید که مشتری رو آوردم و براش کار انجام دادم. اینجا قسمت شقیقه همان کادر میکنیم. داشتم میگفتم که مشتری رو میارم و براش کار انجام میدم که شما چالش های کار رو ببینید. مثلا سر ایشون رو ببین، اینجا تو رفتگی داره، برآمدگی داره و شما دارید یک کار روی، یعنی روی سر مشتری رو دارید میبینید، روی سر مدل نیست که بعد اگر رفتید همچین سری دیدید چالش نشه براتون. خب بریم سراغ کوتاهی بالای سر، یعنی کوتاهی موهای بالای سر. رطوبت میدم و میام از وسط یه لاین جدا میکنم، بریم سراغ شونه و قیچی، یه لاین از وسط جدا میکنم. بچه ها لاینی رو که دارم جدا میکنم اندازه فاصله بین دو ابروه، دقیقا اندازه فاصله بین دو ابرو یه لاین جدا میکنم. حالا یه مقدار این لاین اندازه فاصله بین دو ابرو نبود، یکم پهن‌تر بودم، اشکالی نداره، فقط دارم بهتون میگم که شما از وسط اندازه فاصله بین دو ابرو یا حالا یه نیم سانت یه سانت پهن‌تر بگیرید و به این شکل یه لاین از اینور یه لاین از اونور تشکیل یه سکشن رو میده و موها رو کنار بزنید به این شکل. و حالا از پشت سر، بچه ها بعضی موقع میبینید که من از پشت سر شروع میکنم و کوتاهی رو انجام میدم، بعضی موقع هم از جلوی سر، هیچ مشکلی نداره، دوتاشو میتونید انجام بدید. از قسمت پشت سر سکشن رو گرفتم، لیفت کردم و برشت دوباره به همین شکل. بچه ها هرچی دارم میام جلوتر به فینگر انگرم، یعنی انگشتم زاویه میدم که قسمت جلوی سر، یعنی میرسم به قسمت جلوی سر، جلوی سر بلندتر باشه نسبت با پشت سر، چون این مدلی که داریم میزنیم میخواد رو به عقب بره. پس طبق آناتومی سر جلوی سر شیب داره دیگه رو به پایین، پس برای این که مدل ما درست در بیاد کوتاهیش باید قسمت جلوی سر یه مقدار بلندتر باشه. حالا اومدم و کوتاهیمو انجام دادم روی سکشن وسطی که به صورت عمودی گرفته بودم، حالا به صورت افقی، یعنی به شکل افقی میام و این قسمت رو کوتاه میکنم از پشت سر. حالا الگوی من کجاست؟ الگوی من همون سکشنه وسطیه که به صورت عمودی کوتاه کردم، الگوی برش منه.
حالا به صورت افقی دارم از کناره‌هاش، یعنی دو سمتش، از این سمت شروع می‌کنم کوتاهی طبق الگو و بعدش این سمت تموم شد میرم اون سمت و دوباره این لاین یعنی این سکشن وسطی میشه الگوی اون سمت و همین راحتی. بعد از اینکه این قسمت تموم شد رفتم سراغ اون قسمت و سکشن به سکشن طبق الگوی برشی که در وسط سره کوتاهی ما انجام میدم. دوباره سکشن بعدی و کوتاهی. همین جوری ادامه میدم تا جلوی سر. وقتی که ما کوتاهیمون رو انجام دادیم باید ببینیم آقا این کوتاهی که انجام دادیم تنظیمه یا نه. برای این کار میایم از کراس چک استفاده میکنیم. حالا ما به صورت افقی اومدیم در قسمت بالای سر کوتاهی انجام دادیم، به صورت عمودی ببینید به شکل عمودی میام و چک میکنم، موها رو میکشم چک میکنم که ببینم که کوتاه بلند نیستن و اگر دیگه خیلی کوتاه بلند بودن یعنی کوتاهی من اشتباه بوده. پس اگر میبینید دارم قیچی میزنم اون خورده موهای ریز رو قیچی میزنم یا اون قسمتایی که عدسم در رفته رو قیچی میزنم. اگر دیگه کلن کوتاهی به هم ریخته باشه، مثلا یه جا چند سانت بلنده یه جا چند سانت کوتاهه، اون دیگه کوتاهی مشکل داره، باید برم از اول شروع کنم کوتاه کردن و درستش کنم، نه اینکه بیام با کراس چک این کار انجام بدم. حالا میشه دیگه شما وقتی زیاد حرفه‌ای بشید حتی اتفاق هم اگه بیفته داخل کارتون میتونید تو کراس چک درستش کنید، ولی برای اولش شما نید و این کارو توی کراس چک انجام بدید. نه، کوتاهیتون سعی کنید دقت کنید که کوتاهیتون درست باشه و بعدش کراس چک چک کنید کارتون رو، حالا اون تنظیمای نهایی رو توی کراس چک انجام بدید. یعنی اگر ببینید خورده موی بالا پایین میتونید توی کراس چک درستش کنید. بعد از کار کوتاهیمون بریم سراغ اتصال بغل به بالا. میایم قسمت چتری رو جدا میکنیم که کوتاهش نکنیم. قسمت چتری همون هشتی پیشونی، از هشتی پیشونی شروع میشه دیگه، میایم جدا میکنیم که کوتاهش نکنیم و حالا میخوام این کارو با قیچی انجام بدم. با ماشین انجام نمیدم، برای کسایی که گفتن آقا مثلا بیا با قیچی انجامش بده، دوستان میشه هم از ماشین چونه استفاده کرد، هم از قیچی استفاده کرد، هم از تیغ استفاده کرد، هر چیزی که بتونه برش بده رو میتونید استفاده کنید. حالا اینجا از قیچی استفاده کردم، به این شکل موها رو میدم پایین و از پایین شروع میکنم قیچی به سمت بالا. حالا این شونه من که داخل دستم خیلی مهمه دوستان، ببینید این شونه، جهت میدم به شونه، حالا هر چقدر میخوام بلندتر باشه شونه میاد به سمت خودم و هر چقدر میخوام کوتاه‌تر بشه شونه میره داخلتر، به این شکل، ببینید به این شکل کانکتم رو انجام میدم، بغل به بالا رو وصل میکنم. خب دوستان دقیقا همین کاری که این قسمت انجام دادیم اون قسمت هم انجام میدیم، یعنی فیدی که این قسمت زدیم اون قسمت میزنیم و اتصالی که این قسمت انجام دادیم اون قسمت هم انجام میدیم. من برای اینکه ویدیو طولانی نشه و شما خسته نشید میام و یه قسمت کار رو به شما نشون میدم، ولی خب توی چنل هست کاملا نشون دادم، ولی خب شما همین کاری که من این قسمت انجام دادم اون قسمت هم انجام دادم، پس هیچ جای نگران نیست، همشو کامل براتون توضیح دادم و اگر احساس میکنید که اون قسمت هم باید میدیدین، خب ویدیوهایی هستن که یعنی توی چنل من کلی ویدیو هست که کاملا نشون دادم. بریم سراغ سشوار کشی. از پشت سر
شروع میکنیم به سشوار کشی ردیف و ردیف میایم جلو. این جور نباشه که شما از جلوی سر شروع کنید سشوار کشی، چون اون موقع درست موها سشوار نمیشه و میبینید که توی سشوار کشیتون کلی موج و موها اون حالت قشنگ خودشو نگرفته. اینم از پایان کار، امیدوارم که دوست داشته باشید. تا درود دیگر، بدرود.